سلام به تو دوست عزیز امروز میخوام یک عطایی که خداوند در اختیار ما میگذاره در هر کدوم از ما هم وجود داره در یکی خیلی کمه در یکی زیاد در یه فرهنگی یا یک جامعه خیلی کم دیده میشه اون عطای بخشش هست بخشش نه به عنوان که یکی دیگر رو ببخشی بخشش به عنوان اینکه دست و دلوازیه به عنوان پذیراییه به عنوان مهمان نوازیه بعضی از ماها در این عطا خیلی قوی هستیم بعضی از ماها افرادی که این عطا رو دارن خیلی کلافمون میکنن من میدونم خانواده رو میشناسم که وقتی که این عطا رو دارن افراد خانوادهشون رو همیشه در قسمت دوم قرار میدن اول به دیگران میبخشن از لباسشون گرفته از مالشون گرفته در حال همش در حال بخشیدن هستن و لذت میبرن این کلید رو بهتون میدم بازم میگم یا تکرار میکنم که یکی از چیزهایی که شما میفهمین عطاتون چیه اون استعدادتون چیه در این قسمت همون است که بدونی که شما لذت میبرین وقتی اون انجام میدین و از اون خوشحال میشین ولی میخوام بگم که مواظب باشید که در این مسیر کسایی که نزدیکتون هستن اونها رو هم بهشون ببخشید و اونها رو هم بلند کنید چون اونها هم احتیاج دارن فقط دیدتون می نباشه به بیرون کمک کنین و بخشش داشته باشین بلکه به داخل هم همینطور به منظورم از داخل داخل خونه است فرزندتونه خانوادهتونه پدر مادر یا هر چیز دیگه پس برو و این عطای بخشش رو به سخاوت به کار ببر یه کلید دیگه در این عطا هست اون کسایی که این عطا رو دارن معمولا وضع مالیشون خیلی خوبه چرا چون اون کلید رو پیدا کردن کلید اینه که هر چی شما بیشتر بدهید به شما بیشتر داده خواهد شد هر چیز دیگران رو برکت بدید شما بیشتر برکت رو دریافت می کنید برویم و با خوشی برای خداوند و برای قوم خدا بخشش داشته باشیم